حالا ویدیوی 45 میخواییم زمان حال ساده رو یاد بگیریم چجوری سوالی کنیم. برمیگردیم همون مثال قبلی. I walk to school every day. من هر روز قدم زنون به مدرسه میرم. حالا اگه من بخوام اینو سوالی بکنم، برای سوالی کردن زمان حال ساده یا از do استفاده میکنید do، یا از does does. do یا does، حالا مثال میزنیم یاد میگیرید. پس I walk to school every day، اگه بخواید اینو سوالی بکنید یه do میذارید اول جمله، باقی جمله رو همون جوری که هست میگید. یه do I walk to school every day، بعد یه علامت سوال میذارید این آخرش. آیا من هر روز قدم زنون به مدرسه میرم؟ خب ما خودمون از خودمون این سوال رو نمی کنیم. رون حساب این یه ذره عجیب غریبه، ولی خواستم مثال بزنم. حالا در مورد تو، You walk to school every day، تو هر روز قدم زنون به مدرسه میری. حالا اینو بخوای سوال بکنی، سوالی بکنی چی میکنی؟ میگی Do you walk to school every day، بعد علامت سوال. پس نگاه بکنید توی زمان حال ساده زیاد چیز تغییر نمیکنه، فقط دو رو میذارید اول جمله. حالا بریم سر وقت تام. تام اونه دیگه، میگیم تام walks to school every day. گفتیم سوم شخص مفرد یعنی او وقتی با فعل میاد یا اس میگیره یا ای اس. پس تام walks to school every day اینجاست که برای سوالی کردنش از داز استفاده میکنیم جای دو. میگیم داز تام walk، ببینید اسش افتاد، داز تام walk to school every day، تام هر روز پیاده میرسه مدرسه. مثال بعدی سوزن walks، ببینید اس گرفت، to school every day. سوزانم هر روز قدم زنون میره. سوالی که میکنیم چیکار میکنیم؟ باز از داز استفاده میکنیم. داز Susan walk to school every day. Do I walk to school every day? Do you walk to school every day? Does Tom walk to school every day? Does Susan walk to school every day?